در دادگاه شهری خوجند دیده برآمدن پرونده جنایی نسبت جراح مشهور ولایت سوخت عبدالملک سلاموف به آخر رسید. او را در وابسته بودن با حرکت اسلامی سلفیه که در اصل یکی از مذهب‌های اسلامی به شمار می‌رود، یعنی مکتب و رویه فکری می‌باشد، عیب‌دار دانستند. دادگاه سلاموف را در صادر نمودن جنایت طبق ماده 307 قسم 3 کدکس جنایی جمهوری تاجیکستان، یعنی اشتراک در فعالیت حزب‌های سیاسی، اتحادیه‌های جمعیتی، دینی یا دیگر تشکیلاتی که نسبت آن از جانب سود قرار اعتبار قانونی پیدا کرده در باره برهم دادن یا منع فعالیتش بنابر سببی به عمل برآوردن فعالیت اکستریمیستی قبول شده است، اینچنین مساعدت کردن به فعالیت آنها با استفاده از واسطه های اخبار عامه، شبکه اینترنت و یا بعد طرز دیگر عیبدار دانسته شده است. دادگاه عبدالملک سلاموف را به مهلت 5 سال و 5 ماه از آزادی محروم نمود. اینچنین دو برادرش الهام غفاروف و سید الله میرزایف که در پرونده جنایی با او میگذشتند، طبق ماده کدکس جنایی جمهوری تاجیکستان در بالا ذکر شده به مهلت 5 سال از آزادی محروم گردیدند. مهلت جزا را محکوم شدگان در کالونیای نظامش سخت ادا می نمایند. شناس‌های عبدالملک سلاموف به خبرها با شرط نهانی گفتند که جراح محکوم شده برای دوام دادن فعالیت مسلکیش فعالیت خود را در یکی از کلینیک‌های نامدار مسکو به یک سو گذاشته سال 2015 به تاجیکستان برگشته است. سلاموف به مرکز جراحی دلی ولایت سوخت به کار درآمده است و با یک چند ساکنان کشور عملیات‌های جراحی به همتا گذرانیده است. عبدالملک سلاموف یکی از پزشکان شناخته تاجیکستان.